بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. خب خدا رو شکر توفیق داریم که بحثمون رو درباره آیات سوره مبارکه اسراء ادامه بدیم. به آیه 39 رسیدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه ولا تجعل مع الله اله آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ذالک، اینجور که گفتن ظاهرش اینه که اشاره به این احکامی میکنه که بیان شد، یک سری از واجبات و محرماتی در این آیات بیان شد که اینها در واقع هم حکمند هم حکمتند. حکم یک حکم شرعی هستند و حکمت هم هستند، چون اینها روش صحیح زندگی کردن رو می آموزند. چون حکمت این است که ما چگونه رفتار بکنیم که به مصلحت برسیم، به بهترین مصلحت ها برسیم، یا کمترین ضررها، اگر راهی جز ضرر نیست، به کمترین ضررها برسیم. حکمت همیشه ناظر به یک امر واقعی عینی و خلاصه به قول انگلیسی ها میگن کانکریته، یعنی ملموس و عینی، انتزاعی و نظری و کلی، روی خلاصه ایده ها و اینجور چیزا نیست. فقط حالا این بحث حکمت رو توی بحث مفاهیم اساسی داشتیم، اگه خواهر خواستن میتونن مراجعه کنن. خلاصه اینها از این احکام از حکمت است که خداوند به تو وحی کرده. یکی از چیزهایی که راجع به کتاب داریم همین حکمت بودنش. قرآن هم که گفتیم و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، خود قرآن حکیم هست، دارای حکمت هست. پس در واقع این مؤید همون چیزی میشه که ما در علم اصول فقه بگیم، که میگیم که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعیه، فقط برای امتحان تعبد ما نیست. یه موقع مثلا فرض بفرمایید ما به یه کسی میگیم آقا این چیز رو اینجا بردار بذار اونجا، حالا بین اینجا و اونجا فرقی نمیکنه، ولی میخوام ببینیم این حرف شنوی داره، توانایی داره، مصلحت در خود امر نه در مأمورون به. اما احکام شرعی معمولا اینطوری، اوامر امتحانی خیلی کمه، مصلحت در خود مأمورون به، یا اگر نهیه مفسده در اون چیزی است که ازش نهی شده. ظاهرن صدا قطع شد. الان وصل صدا؟ بله. خب پس
ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه. خب ولا تجعل مع الله اله آخر. بحث توحید و نفی شرک زیربنای همه احکام ماست، زیربنای تمام حتی عقاید ماست. ما همیشه میگیم که توحید تنها اصلی از اصول نیست، اصل الاصوله. توحید مساویه با عدل و نبوت و امامت و معاد نیست، توحید اصل الاصوله. به طریق اولا تمام احکام هم به توحید برمیگرده و به نفی شرک برمیگرده. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن عذابی. بعد فرمودن به شرطها و شروطها، یعنی همه امامت و اینا همه برمیگرده به شروط توحید. یا پیغمبر فرمودن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یا لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. اصلا پیام همه رسول این بوده، به تمام امتها خداوند رسول فرستاده، پیام همشون این بوده که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. پس بعد از اشاره به این احکام به اون امر اساسی دوباره اشاره میشه، ولا تجعل مع الله اله آخر. با خداوند یک اله دیگری قرار نده. اگه یادتون باشه ما در آیه 22 داشتیم، اگه یادتون باشه ما در آیه 22 داشتیم چی؟ در آیه 22 داشتیم که لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا. اونجا اینو داشتیم، با خدا یه اله دیگری قرار نده که اگر این کارو کنی مینشینی، یعنی قرار میگیری، مثلا اینطوری میشی که مذموم میشی، مورد مذمت و نکوهش قرار میگیری و بیار و یاور میشی. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. خب اینا رو داشتیم قبلا، بعد یه سری مسائل و احکام رو مطرح کردیم، حالا دوباره میفرماد که ولا تجعل مع الله اله آخر. با خداوند اله دیگری را، معبود دیگری را قرار نده، یعنی عبادتشون نکن، هم رتبه قرار نده چیزی را. که اگر این کنی، اونجا گفتیم فتقعد مذموما مخذولا، اینجا میگه فتلقا فی جهنم ملوما مدحورا. که اگر اینطور کنی این منجر به خسارت جهنم میشه، باعث میشه که در جهنم بیفتی، انداخته بشی، در حالی که ملامت میشی چون خودت مقصر بودی، کسی تو رو به این روز ننداخته، خودت خواستی. و مدحور هم میشی. مدحور گفتن یعنی رانده شده، مطرود از درگاه رحمت الهی طرد میشی. و شاید حتی دیگران هم، حتی اهل جهنم از چنین کسی فاصله بگیرن، قطعا صمیمیتی اونجا نیست که بخوام بهش نزدیک بشن. بعد در آیه 40 به یکی از مسائل شرکالود اشاره میشه، یکی از عقیده های خرافی و غلط این مشرکین این بود که میگفتن که خداوند فرشتگان را به عنوان دختر خودش خلاصه اتخاذ کرده، فرزند خوانده داره، فرشته ها هستن و دختر هستند. می فرماد افا اصفاکم ربکم بالبنین و اتخذ من الملائکه اناثا.
انكم لتقولون قولا عظيما. آیا پروردگار شما مخصوصا به شما، یعنی به شما رو مختص کرده به پسران، یعنی پسران رو فقط به شما داده، بعد خودش از فرشته ها دختر برگرفته؟ خدا که اصلا نه پسر گره نه دختر، حتی به شکل اینکه پسر خوانده و دختر خوانده هم نداره، نه پسر و دختری که مولود او باشند هستن، نه اینکه خدا پسر و دختری را اتخاذ کرده باشه، پسر خوانده و دختر خوانده نداره. این یک. دو، فرشته ها هم که اصلا زن و مرد ندارن، جنسیت ندارن. دو تا. سه، شما چرا از دخترها خودتون رو میخواید فاصله بدید؟ چون میدین با دختر یه مقدار مشکل داشتن، حداقل به خاطر بعضی تجربه ها. صدای من رو دارید؟ ببخشید استاد، ما صدای شما رو نمی‌بریم. بله نمیم، چرا نمیذاره؟ بس الان صدای من دارید؟ بله بچه. بله، هی قطع میکنی اون چرا؟ خب تا ببینید، پس مشکلات عرض کردم چند تا مشکل هست. یک، خدا اصلا فرزند نداره، چه فرزنده که به طبیعی باشه از او به دنیا، چه فرزندی که اتخاذ شده باشه، فرزند خونده باشه. دو، فرشته ها جنسیت ندارن. سه، شما چرا میگید ما فقط پسر میخواییم و خدا فقط پسر به شما ما داده و دخترها رو مثلا برای خودش قرار داده؟ پسر و دختر نباید فرق کنه؟ و بعد این چه منطقی است که حالا اون چیزی که به نظر خودتون خوبه اونو میخواید داشته باشید، چیزی که به نظر خودتون مثلا یه چیزی است که مایه مشکله میخواید اونو به خدا نسبت بدید؟ حالا چه خدا چه کس دیگه، خب باید انسان، اگه یه چیزی خوبه برای همه خوبه، اگه یه چیزی مشکل داره برای همه مشکله. چرا این حالت بی منطقی و بی انصافی در شما هست؟ پس بنابراین اف اصفاکم ربکم بالبنین و اتخذ من الملائکه اناثا، آیا خدا شما رو برگزیده با پسرها، یعنی در واقع پسرها رو به شما داده، فقط خودش از فرشته ها دختر انتخاب کرده؟ انکم لتقولون قولا عظیما، شما دارید یک حرف عظیمی را میزنید، یعنی چیز خیلی زور دارید میگید، به قول خودمون خیلی حرف نادرستی را دارید میزنید. چند تا همونجور که عرض کردم توش اشکال هست. دخترها رو روشون دست کم میذارید، فرشته ها رو مثل انسان ها دارای زن و مرد حساب میکنید، بعد به خدا نسبت فرزند خواندگی میدید، بعد میاد یه چیزی که به نظر خودتون خوبه اینو برای خودتون میگیرید، چیزی که به نظر خودتون مشکل داره به دیگری میدید، به خدا میدید. این حرف بسیار نادرست. بعد می‌فرماد که ما در این ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا، ما در این قرآن صرفنا، تصریف، علم صرف داریم، تصریف
یعنی یه چیزی رو به حالات مختلفی در آوردن. مثلا ما از یک ریشه میایم فعل میگیریم، فعل ماضی، مضارع، امر، صیغه های مختلف و اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم آلت، مصدر، بعد ثلاثی مجرد، اینا میگن صرف، یعنی هی میبریمش به صیغه های مختلف، ابواب مختلف، معانی مختلف. این گرداندن این معنای تصریفه. میفرماد ما در این قرآن صدا میاد؟ صدا میاد الان؟ بله. خب پس ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا، ما در این قرآن تصریف کردیم. یعنی چی؟ یعنی بیانات مختلفی آوردیم، مطالب مختلف، مثال و توضیح و دلیل و چیزهای مختلفی آوردیم. شما ببینید مثلا همین مسئله توحید خداوند چند جور در قرآن بیان کرده، شرک را، نمیدونم، و مسائل دیگه. هدف چیه؟ چون هدف ما در قرآن تذکره، اصلا قرآن ذکره، این هو الا ذکر للعالمین، لقد یسرنا القرآن للذکر. پس این کار را انجام دادیم تا اینها لیذکر و تا متذکر بشن. یک کتاب درسی نیست که مثلا یه چیز رو یک بار بگیم و بریم جلو. مثلا این رو هی در ضمن دروس مختلف، فصول مختلف، مثال، نقل قول، داستان، همینجور هی بیان میکنه تا اینا متذکر بشن. ولی متاسفانه آنچه که اتفاق میفته این است که و ما یزیدهم الا نفورا، این اضافه نمی کند آنها را مگر در کوچیدن و رانده شدن. نفور، حالا بعضی گفتن نفرت، ولی شاید اصلش نفرت نباشه، یعنی رفتن. لولا نفر من کل فرقت منهم طائفه. خلاصه به جایی که اینها متذکر بشن، این کسانی که در واقع مشرک هستند و قرآن رو قبول نکردند و اینها، به جای اینکه متذکر بشن، همین چیزهایی که میتونه در مؤمنین یا انسانهای پاک دل ایمان ایجاد بکنه، بدتر اینجا اثر میده که هی نفرت ایجاد میکنن یا از میخوان برن. دیدید گاهی مثلا یه نفر سخنرانی میکنه، مثلا یه کسی که تشنه است با چه شور و شوقی گوش میده، یادداشت برمیداره، از جای دوری خودشو میرسونه، ولی بعضیا اونجا که هستن زجر میکشن یا ممکنه میخوان فرار کنن برن. اگه رو درواسی مشکلی نباشه میرن. یک کلام واحد گاهی دو نفر دو تا برخورد مختلف دارن. قرآن هم همینطوره. لذا فرمود که ننزل من القرآن ما و شفاء و رحمه ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآنی که شفا و رحمت رو خدا داره از طریقش میفرسته، برای ظالمین باعث خسارت بیشتر میشه، چون قبول که نمی کنن هیچی، مقابله هم میکنن. اینجا ما یزید هم الا نفورا، یعنی اصلا خود اون زده شدن و نفرتشون با این تازه بیشتر شد.
اضافه شد. بعد در باب نفی شرک یک استدلال، یک برهان خلفی اینجا هست. قل لو کان معه آلهتون کما یقولون اذن لابتغوا الی ذی العرش سبیلا. این مثل اون آیه شریف است که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، که متکلمین میگن برهان تمانع، که اگر چند تا خدا بوده اینا با همدیگه مزاده پیدا میکردن. اینجا میفرماد که اگر معهو، اینو حالا فکر کنم تو همین خدمت شما هم داشتیم این بحث رو، در بعضی جاها حتما گفتیم این رو، که هیچ چیزی مع الله نمیتونه باشه. هیچ چیز، هیچ کس، لا تدعو مع الله احدا، فرشته ها مع الله نیستن، مقربین هم مع الله نیستن. خدا بله، خدا میتونه با همه موجودات باشه، هو معکم اینما کنتم، و به یه معنای خاصی با مؤمنین هست، ان معی ربی سیهدین، هم به معنای عامش با همه موجودات هست، با همه انسان ها خوب و بدشون هست، به یه معنای خاصی که معیت حمایتی باشه با افراد خوب هست. اما از این ور نمیشه گفت که کسی با خداست، حتی انبیا رو نمیشه گفت مع الله هستند، بلکه میتونیم بگیم عند الله هستند، لد الله هستند، اما مع الله نداریم. خب حالا اگر قرار بود مع الله آلهه بودن، چون آلهه میخوان برن تو رتبه معیت قرار بگیرن دیگه، در کنار و در عرض خدا باشن، این مشکلاتی پیش می آمد. حالا غیر از اینکه اصلا وجود مطلق دو بردار نیست، صرف و شیء لا یتثنا و لا یتکرر، اون رو یه برهان دیگری داره که اصلا اینجا دو قابل تصور نیست. بعد نمیدونم اگه دوتا باشه باید مرکب باشه، بعد اجزا باید داشته باشه، بعد جزء مشترک جزء مختلف اون فی، بعد پس بنابراین نیازمند میشه به اجزا. یه برهان هم اینه که اگر اینطور بود به یک تعارضی کشیده میشد. چرا؟ چون اگر اینطور بود که مثلا بگیم که ما یک خدای اصلی داریم که صاحب عرشه، چون مشرکین میدونید خدای خالق جهان رو خدای اصلی میدونستند. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض یقولون الله، اگر از اینا سوال کنی که کی آسمان ها و زمین آفریده، نمیگفتن اون بوتا، میگفتن الله. منتها این بوتا را میگفتن که ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، میگفتن اینا ما عبادت میکنن که ما رو به خدا نزدیک کنن. خلاصه یک نقشی را برای اینها قائل بودند و به خاطر اون نقش عبادت میکردن، نه که بگن مساویس با الله. حالا اگر ما در کنار او یعنی الله آلهه‌ای داشتیم، اون وقت اینا میخواستن هر کدومشون یه راهی پیدا بکنن برن به سمت الله. الله هم اینجا به عنوان ذل عرش معرفی میکنه، میخواد بگه در بالاترین نقطه است دیگه، عرش خداوند روی همه چیز در واقع مسلطه و خدا هم روی عرشه. پس همه این اله ها اون وقت سعی میکردن که یه راهی پیدا کنن تا خودشون رو برسونن به اون الله. یعنی به عبارت دیگه اینها از یک طرف فقیر و حقیرند، هیچی ندارن، از یه طرف چون شما دارین میگین اینها معبود هستن و اله هستن، باید برسن به رتبه الله که اون نمیتونن برسن. سبحانه و تعالی اما یقولون علوا کبیرا، خداوند متعال منزه است و برتر است از آنچه که میگویند،
یه ذره نه خیلی برتر است، علوان کبیر، نه خیلی دارن شأن خداوند را پایین میارن که میخوان یه چیزهایی را به عنوان اله در کنار و معهو قرار بدن. و بعد خود اینها حالا میخوان با همدیگه رقابت کنن و با خدای اصلی هم رقابت کنن و خودشون برسونن به او. یه تصور کودکانه و در واقع ناشی از عدم پختگی در مباحث کلامی و فلسفی باعث شده بود که چنین تصوراتی بکنن. هرچی انسان بیشتر خدا را بشناسه بیشتر خشیت پیدا میکنه، انما یخشى الله من عباده العلماء، و دیگه وقتی چیزی رو در کنار او قرار نمیده. به تناسب همین بحث تسبیح و منزه بودن خدا بعد این آیه میاد، که البته ما در سوره اول سوره اسراء بحث تسبیح را داشتیم. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، آسمان های هفتگانه و زمین. حالا گاهی ما میگیم آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه، رب السماوات السبع رب الارضین السبع. گاهی میگیم آسمان و زمین، گاهی میگیم هفت آسمان و زمین، که حالا این به خصوص با اون تفسیری که بگیم که هر آسمانی زمین آسمان بالاتره و هر زمینی آسمان زمین پایین تره، در واقع یک زمین میشه و هفت آسمان، یا یه آسمان اعلا و هفت زمین زیرش. این یه تفسیر هفت آسمان و هفت زمین اینه دیگه. مثل اینکه شما یه چیز هشت لایه‌ای در نظر بگیرید، اون پایین پایینیه فقط زمینه دیگه، سما نیست، اون بالا بالایه سما زمین نیست دیگه، اون دیگه که بینن هم سما هم زمین، نسبت به بالاتر زمین نسبت پایینتر سما. حالا هر کدوم از اینها رو بگیریم، به هر تقدیر تمام زوایای خلقت همه تسبیح گو هستن. لذا اول می‌فرماید که آسمان‌های هفتگانه و زمین و هر کسی که در اونها هست، هر چی تو آسمان‌ها و زمین هست تسبیح می‌کنه خدا را. و به طور کلی و ان من شیء الا یسبح به، اصلا هیچ شیئی چیزی نمی‌تونید تصور کنید مگر اینکه باید بگید که اون هم تسبیح می‌کنه، تسبیح همراه با حمد، تسبیح با حمد. که اینو یکی از سوره هایی که راجبش بحث کردیم که بحث تسبیح داشت، عرض کردیم که حمد هم یه نوع تسبیحه به نظر میرسه. لذا در سوره یونس میفرماد که دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. اول گفت دعوای اونها، ادعای اینها، سخن اینها تسبیحه، بعد میفرماد که آخرش، یعنی قسمت پایانش حمده، یعنی آخرش میگن الحمدلله. خب آخر هر چیزی جزء اون چیزه، پس معلوم میشه حمد جزء تسبیحه. کما پس حمد هم جزء تسبیحه، کما اینکه در ذکر یونسیه میگیم لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اونجا لا اله الا الله هم داریم، ولی باز میفرمان لولا انه من المسبحین للبس فی بطنه. پس معلوم میشه لا اله الا الله هم جزء تسبیح هست.
تمام کنم و فکر کنم امروز بحث قطع کنیم چون هی قطع میشه. این من شاین الا یسبح بحمده، هیچ چیزی نیست مگر که تسبیح میکنه همراه با حمد. تسبیح تنزیه میکنه خدا را از نقایص، حمد اینه که خدا را ستایش میکنیم به خاطر اون چیزهای جمیلی که داره، اون چیزهای زیبایی که داره، خصوصیات زیبایی که داره، که البته در بحث تسبیح توضیح دادیم که تنزیه بدون ایجاب و اثبات یه سری کمالات نمیتونه کامل باشه. پس اول به نظر میاد که تنزیه و حمد دو چیزند، یکی سلبیه یکی ایجابی، ولی بعد میگیم تسبیح شامل حمد هم میشه، چون نمیشه چیزی ناقص نباشه الا اینکه شما یه سری چیزهای زیبا و جمال رو براش قائل باشید. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما درک نمی کنید تسبیح اونها را، شما متوجه نمیشید، نه اینکه اونها تسبیح نمی کنند. و ما مثلا میگیم که زبان حال اینها اینه، یا مثلا استدلال کلامی کنیم بگیم که خب هر موجودی بیان میکنه کمالات علت خودش را، چون هر موجودی میگه که من هرچی دارم از علتمه، بنابراین اینا در حد ظرفیت خودشون ابراز میکنن و اظهار میکنن کمال خالق خودشون را، و اینم اینا مثلا تنزیهه. نه، اگه اینا بود که نمیفهمد لا تفقهون تسبیحهم، اگه زبان حال بود یا استدلال کلامی بود. این ظاهرش اینه که حقیقتا اینها دارن تسبیح میکنن، شعور دارن، درک دارن، ما گوشمون یا چشممون مشکل داره، حجاب داره. و الا خیلی وقتا بوده که افرادی که چشم و گوششون باز بوده تسبیح موجودات رو دیدن، یا حتی اینها دیدن که مثلا با فلان ولی خدا وقتی ذکر میگه همه در و دیوار با هاش ذکر میگن، در مورد حضرت داوود که تو خود قرآن هم داره. اِنَّهُ کَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، خداوند متعال حلیم است. حلیم با صبور یه مقدار فرق میکنه، گرچه شباهت هم داره. حلیم معمولا اون صبر و بردباری رو میگن که نسبت به کسی که کار خطایی کرده، مثلا کسی به شما بیادبی کرده، شما اینجا باید حلم داشته باشی. کسی به شما مثلا ظلم کرده، حلم داشته باشی که درست برخورد بکنی، از کوره به در نری. و خداوند متعال علی رغم اینکه ممکنه کسانی خلاصه درست او را نشناخته باشند و اون تنزیه و حمد را درست انجام نداده باشند، اگر ببیند که خلاصه زمینه هست حتما فرصت میده، صبر میکنه تا اینا بپزد و فکرشون پخته بشه. غفور، میبخشه. خیلی جالبه، یعنی با اینکه شرک خیلی مسئله حساس و مهمی است، اما در این حال اگر شرک هم کسی برگرده نمیگن آقا تو 10 سال 20 سال 100 سال فرض کن مشرک بودی. اگه که 100 سال هم مشرک باشه بخواد برگرده، خدا میبخشه. اون که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مفسرین توضیح دادن یعنی بدون توبه، بدون توبه گناهان پایین تر از شرک را ممکنه ببخشه. بدون توبه، توبه یه راه بخششه، گاهی هم خودش میبخشه، گاهی هم روی شفاعت و خلاصه راه های مختلفی به بخشش هست. بدون توبه ممکنه غیر شرک را ببخشه، ولی شرک را بدون توبه نمیبخشه، باید توبه بکنه.
خب من دیگه دوربین رو وصل نمی‌کنم که اصلا دوباره قطع بشه. پس بدون توبه ممکنه هر گناه کبیره رو ببخشه الا شرک، شرک رو نمیبخشه بدون توبه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اما اگه توبه بکنه شرک هم میبخشه. خب خیلی از این اصحاب پیغمبر اینها بت پرست بودن قبلا، مشرک بودن، ولی تغییر مسیر دادن و افراد بسیار برجسته هم شاید شدن. پس تسبح له السماوات السبع و الارض و من فیهن. اونا تنزیه میکنن خدا را، نشون میده که او کامل مطلقه، بنابراین نباید هیچ چیزی برای او شریک قرار داد. و این من شیء لا یسبح بحمده، هیچ چیزی نیست مگر اینکه تسبیح او را به جا میاره و همراه با هم، ولیکن شما متوجه نمیشید تسبیح کردن اونها را مگر مکاشفه ای براتون را بیفته، حجابی برطرف بشه. انه کان حلیما غفورا، همانا که خداوند شکیبا بردبار و بسیار آمرزنده هست. خب تا اینجا ما فکر کنم بحث رو بس بکنیم، تا اینجا باشه بحث، و بعد آیه 45 و 46 و اینها یه مدار به هم دیگه مربوط میشه و مربوط میشه به اینکه چطور وقتی پیامبر قرآن میخوندن بعضی عکس العمل هایی که بعضی مشرکین نشون میدادن اینها و حمایت خداوند چطور صورت گرفت، اینا باشه انشالله برای جلسه آینده. از خداوند متعال درخواست میکنیم که ما را جزء موحدان واقعی قرار بده و توحید انشالله در تمام برنامه های ما حضور داشته باشه. همه کارهای ما، تصرفات ما، رفتارهای ما توحیدی باشه انشالله. الحمدلله رب العالمین.